سلام دوستان، وقت همگی به خیر باشه. میخواییم به چند تا اتفاقی که تو بازار افتاده در هفته گذشته بپردازیم که تو هفته آینده بتونیم ازش استفاده کنیم. یکی در واقع به وضعیت دلار تو موقعیتی هست که حتما باید راجبش صحبت کنیم و شاخصهای سهام که خب از اینها هم میتونیم نتیجه بگیریم برای بازارهای موازی که میخواییم بشون کار کنیم. اینا رو سعی میکنم توضیح بدم، جنبندی کنم که بتونیم تو هفته آینده ازش استفاده کنیم. احتمالا یکی از چیزهایی که تو این روزا زیاد راجع به شنیدین افزایش حجم بدهی دولت آمریکاست. تو هفته گذشته ما شاهد بودیم که سهام بعضی از شرکت‌های آمریکایی خیلی رشد زیادی داشته، مثل انویدیا مثلا. توجه کن، میریم رو چارت راجع به انویدیا مفصل صحبت می‌کنیم. یا سهام مثلا دارم میگم مایکروسافت، سهام متا. خب راجع به اینا میخوایم صحبت کنیم. متوجه میشین در واقع سرمایه گذارهای خارجی که بیشتر در زمینه هوش مصنوعی و تراشه خواستن سرمایه گذاری کنن، مثلا انویدیا یه چیزی نزدیک 600 میلیون دلار سرمایه گذار خارجی جذب کرده، به خاطر اون یهو هر یه سهامش 100 دلار پامپ کرده رفته بالا. خب راجع به اینا میخوایم صحبت کنیم و قبل از هر چیزی میخوام با صحبت خانم جانت یلن شروع کنم. به خاطر حجم زیاد سرمایه گذاری، به عبارتی بدهکاری زیاد دولت، دولت با کاهش نقدینگی مواجه شده. گمانه زنی که شده بود اینه که از اول ماه جون دولت توان پرداخت قبضهای خودش، یعنی هزینه‌های خودش رو نداره، ولی با سخنرانی که جمعه عصری خانم یلن انجام داد در واقع اعلام کرد که مشکلی وجود نداره و دولت تا پنجم ژوئن تمام قبضاش رو میتونه پرداخت کنه. این باعث شد که جمعه شما ببینیم که دلار، ایندکس دلار به سمت بالا حرکتش رو ادامه داد. خب با هم دیگه چند تا خبر رو نگاه کنیم. ببینید راجع به انویدیا صحبت کردم، بیاین نگاه کنین. انویدیا در واقع الان توی مارکت کپ نزدک انویدیا رتبه ششم داره. که حتی این رتبه ششم بیاین من اینجا اینو اصلاح بکنم. آلفابت AOC در واقع همونجور که میبینین مربوط به شرکت گوگل هستش. خب پس این دوتا رو من بگیرم یه دونه، اون موقع میشیم 1, 2, 3, 4. بعد از آمازون در واقع انویدیا الان پنجمین سهام گردن کلفت آمریکاییه که داره وارد کلاس 1 تریلیون دلاری ها میشه. مارکت کپش الان 963.18 بیلیون دلاره. یه کوچولو تکون بخوره این هم میره تو کلاس در واقع 1 تریلیون دلاری ها. خب به خاطر همون خیلی امیدوارن که انویدیا احتمالاً یه مقدار دیگه سهامش حتی گرون بشه که برسه توی این کلاس، بعداً اصلاحو انجام بده. خب پس حواسمون باشه انویدیا تو موقعیت خوبی قرار گرفته. علت حجم زیاد سرمایه گذاری تو هفته گذشته بود که 25% سهامش رفت بالا. من بهتون اینجا اگه نشون بدم، ببینین ما رو انویدیا در واقع از روز چهارشنبه یه گپ 100 دلاری داریم. از دونه 297 دلار روز در واقع چهارشنبه، روز پنجشنبه یهو ما دیدیم رو عدد نزدیک 400 دلار باز شد. خب این گپ 100 دلاری باید اصلاح بشه، ولی به این معنی نیست که از اونجا تلپی بیفته پایین. احتمالاً یه مقدار دیگه بره بالا. مثلا دارم میگم منطقه 430-425 اون دور و بر، البته این گمانه زمینه چون در واقع تو منطقه هستیم که هیچ وقت تو این قیمتا نبوده. خب ولی احتمالاً برسه به اونجا، میره وارد کلاس 1 تریلیونی میشه، بعدم بخواد یه اصلاحی رو انجام بده ما رو اصلاحش میتونیم کار بکنیم. ببینید من در واقع تو دو سه ماه گذشته مخصوصا موقعی که طلا رفت بالای عدد 2000 گفتم که خب حالا اگه کسایی جا موندن که تو صعود اصلی بخوان کار کنم، رو برگشتش به هر حال باید یه اصلاحی بشه دیگه. نگاه کنین زرنگ بشین، وقتی طرف اومده سهامو خریده دونه مثلا 290 دلار شده دونه 400 دلار، باید یواش یواش بفروشه دیگه، چون در واقع احتیاج داره که کسب سود بکنه. من دونه مثلا 10 دلار خریدم شده دونه 50 دلار میفروشم، منتظر میمونم دوباره شو دونه 20 دلار میخرم، اینه که من میگم سود کردم. اوکی، پس در واقع
خریدارهای قبلی تو رقمهای بالا باید بفروشن که دوباره تو رقم پایین بخرن. اون رقم پایینیه چیزی که باید به دست بیاد. خب پس وقتی نمودار داره برمیگرده که داره اصلاح قیمت میکنه، ما اونجا میتونیم برای سلش اقدام بکنیم، مثل ماجرایی که تو چند روز گذشته، چند هفته گذشته برای طلا اتفاق افتاد. طلا رفت تا عدد مثلا 2000 و مثلا 100، از اون منطقه شروع کرد به برگشتن، الان 200 دلار از اونجایی که بوده اومده پایین تر. خب موقعیت‌های سل خیلی عالی داشت. همین ماجرا روی اینها هم باید باشه. من اینجا که تا هستیم یه چند تا چیز دیگه رو با هم دیگه نگاه کنیم، چون میخوام برسم به چیزی که بیشتر دارم میخواد راجع بهش صحبت کنم. خدمتتون عرض کنم که ما تو پنجشنبه جمعه گذشته سهام تسلا هم رفت بالا به خاطر همکاری که شرکت فورد قرار شده با تسلا انجام بده، ظاهرا برای شارژ ماشین‌های برقیش از تکنولوژی تسلا میخواد استفاده کنه. خب این باعث شد که سهام تسلا، اینا سهام تسلا رو هم ببینین، رفت بالا. در واقع در روز جمعه تقریبا 4.72%، نزدیک 5% سهام رفت بالا، به مووینگ 200 دیلی خورده، داره حالا یه مقداری استام میکنه. این باعث شد سهام جی ام بیاد پایین، چون قرار بوده در واقع فورد با جی ام کار بکنه که اون قضیه به هم خورده. با هم دیگه بیاین چند تا سهام رو نگاه کنین. تو سهام های زیر مجموعه نزدک، یعنی سهام های تکنولوژی، مایکروسافت رو نگاه کنین. ببینین کل چند هفته گذشته رو سعودی بوده. انویدیا نگاه کنین، حالا هم به خاطر اون در واقع تزریق پول و هم قبلش نسبتاً سعودی بوده. متا ببینین سعودی بوده. اپل ببینین سعودی بوده. خدمتتون عرضم که آمازون ببینین سعودی بوده. خب اینا همه زیر مجموعه US100 هستن، نزدک. به خاطر همون میبینین که ایندکس نزدک کاملاً سعودیه. ایندکس دلار رو نگاه کنین، سعودیه. به اینجا میخواستم برسم، اون کورلیشن همیشگی به هم خورده. چرا؟ چون داره از خارج پول زیاد تزریق میشه به مارکت، به خاطر همونه که اون ارتباط همیشگی که دلار باید میرفت بالا، سهام باید میومد پایین، حداقل تو بازار نزدک این روزهایی که داریم صحبت میکنیم این مدلی نیست. چند هفته است که به هم خورده. خب حالا بیایم توی مثلا دارم میگم SP500. ببینین SP500 سعودی نیست. ببینین در واقع از ماه آپریل توی رنج خودش داره بازی میکنه. سهام های زیر مجموعه SP500 کدومان مثلا دارم میگم؟ مثلا سهام بابا، ببینین نزولیه. مثلا جانسون اند جانسون نزولیه. مثلا جی پی مورگان رنج کار نمیکنه هستن. مثلا دیگه کیو براتون بیارم، سهام مثلا نایکی نزولیه. سهام مثلا حالا AA چیزی که ما زیاد ترید می‌کنیم نزولیه. پس باعث میشه که اگه ایندکس ها رو بخوایم نگاه کنیم، SP500 مثل نزدک با شیب تون سعودی نیست، داره درجا میزنه. یا اگه بیایم دو آجونز رو نگاه کنیم، نزولیه، کامل نزولیه. خب پس در واقع اون کورلیشن سهام دلار که ما همیشه روش کار میکنیم، راجع بهش صحبت میکردیم، توی بازار نزدک و زیر مجموعه نزدک به خاطر حجم پولی زیادی که توی این چند وقت گذشته، خب دیدین هوش مصنوعی چند ماهی است که خیلی ترند شده، خب به خاطر سرمایه گذاری در هوش مصنوعی و تراشه، به خاطر همونه که قیمت این رفته. مثلا AMD هم تو کار تراشه است. AMD رو من نیومدم، یه لحظه AMD هم با هم دیگه نگاه کنیم. AMD من کو اینا، ببینین AMD هم سعودیه. ببینین خب پس در واقع اون شرکت هایی که تو کار تراشه، هوش مصنوعی، اینجور چیزا بودن، سهامشون رفته بالا. این به این معنی نیست که شرکت های بانکداری هم سهامشون رفته باشه بالا، سهام شرکت های داروسازی رفته باشه بالا، کلا سهام شرکت های خدماتی حتی نزولی هم بوده. خب دیدین دیگه، خب با هم دیگه خیلی نمونه‌هاشو مقایسه کردیم. پس اون تغییر کورلیشن فقط بین نزدک و دلار اتفاق افتاده، اون یکی های دیگه تبعیت نمی کنن. شرکت هایی که قدیمی تر بودن، سنتی بودن، تو کار خدمات بودن. خب حالا حواسمون باشه که در واقع همین حرکت تند هم اصلاح خواهد کرد. ما رو اصلاحش هم میتونیم کار بکنیم، سودای خوبی میتونیم بگیریم. و اگه خاطرتون باشه همیشه
سهام‌های تکنولوژی با بیت کوین هم یه کورلیشن مثبتی داشته. یعنی اینا که نگاه کنین خیلی وقت اینا دارن میرن بالا، بیت کوین بالا نرفته، فقط اونجا خودشون تونسته نگه داره. اینا بخوام برگردن به احتمال خیلی زیاد بیت کوین هم باید برگرده همراه با اینا، چون تو صعود اینا اون زوری نداشت که بره. حالا که این میخواد برگرده احتمالاً اون حتی شاید بیشتر از اینا بخواد برگرده. گمانه زنیه، نمیخوام حالا برین حتما روش سرمایه گذاری کنین. خب بیشتر خواستم اینو بگم که کورلیشن دلار و نزدک به هم خورده مثل سابق نیست، ولی دلار و دو جونز، دلار و اس پی 500 و زیر مجموعه هاشون کماف سابقه. از طلا درس بگیریم، همیشه یک حرکت شارپ یعنی حباب. حباب پایدار نیست، میترکه. پس در واقع ما با اصلاح قیمت مواجه خواهیم بود. پس حالا دوستان هر چارتی رو که ترید میکنن، چارت هایی که مثل انویدیا، مثل AMD، مثل امثال هم خیلی حرکت شارپی داشتن، اونا باید اصلاح بکنن. حالا چه رو خود اونها، چه رو مثلا حالا ارتباطات دیگه‌ای که هست مثلا بیت کوین، میشه رو برگشتشون کار کرد و برگشتشون هم در واقع سودهای خوبی گرفت. اوکی، خواستم اینو بگم. پس با علم به این، هفته آینده نگاهی دیگه‌ای به بازار خواهیم داشت. امیدوارم که همگی سعی سلامت باشین، از آخر هفتهتون لذت ببرین. وقت همگی بخیر.